سلام دوستان، خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای آنا. امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که چگونه مطالعه رو به یه عادت تبدیل کنیم و چگونه بیشتر کتاب بخونیم. اگه دوست دارین بیشتر کتاب بخونین ولی نمیدونین از کجا شروع کنین یا نمیتونین این عادت رو حفظ کنین، این ویدیو برای شماست. یکی از بهترین راه‌ها برای شروع مطالعه اینه که با موضوع‌ها یا ژانرهایی که واقعا به اونا علاقه دارین شروع کنید. نگران نباشین که دیگران چه میخونن یا راجع به شما چه فکر میکنن یا چه کتابایی الان مد روز هستن. چه رمان باشه، چه غیر داستانی، چه فانتزی یا حتی کمیک، چیزی رو پیدا کنین که توجه شما رو جلب میکنه و ازش لذت میبرین. هدف اینه که مطالعه لذت بخش باشه دوستان، تا انگیزتون رو برای ادامه دادن بیشتر بکنه. در واقع مسابقه‌ای در کار نیست، شما میخواین یه عادت مفید رو به عادتاتون اضافه کنید. مورد دوم اینه که اهدافتون رو واقع بینانه تعیین کنید. نیازی نیست هر روز ساعت‌ها مطالعه کنید. با میزان اندک شروع کنید. یک هدف روزانه مثل 10 یا 20 دقیقه مطالعه رو تعیین بکنید. وقتی این کار به یه عادت تبدیل بشه، میتونین زمان اون رو بیشتر کنید. نکته مهم اینجا تداومه، نه مقدار. در واقع کیفیت مهمه، نه کمیت. مورد سوم اینه که میتونین از کتاب‌های صوتی و الکترونیکی استفاده کنید. اگه نشستن و خوندن کتاب فیزیکی براتون سخته و یا احساس میکنین هنوز عادت ندارین، کتاب‌های صوتی یا الکترونیکی رو امتحان کنین. میتونین هنگام رفت آمد، ورزش یا انجام کارهای خونه به کتاب‌های صوتی گوش بدین. کتاب‌های الکترونیک هم عالی هستن دوستان، به خاطر اینکه میتونین تعداد زیادی کتاب رو روی تلفن، تبلت و یا کتابخانه خودتون جا بدین و هر زمان که میخواین، به اصطلاح در زمانهای مرده مثل سفر، سوار اتوبوس شدن، بین رفت و آمداتون به اونا دسترسی داشته باشین بدون که کتاب فیزیکی رو حمل کنین. مورد چهارم اینه که به یه باشگاه کتابخونی و یا کتابخونه محلتون بپیوندین، یه اشتراک بگیرین. اشتراک‌گذاری تجربه مطالعه با دیگران میتونه انگیزه شما رو برای بیشتر خوندن افزایش بده. به باشگاه کتاب محلی یا آنلاین بپیوندین یا با دیگران ارتباط برقرار کنین. با این کار میتونین کتاب‌های جدید رو کشف کنین. در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و حتی تلگرام شما میتونید گروه‌های کتابخونی رو پیدا بکنین که هر ماه تعداد کتابی رو معرفی میکنن و با همدیگه میخونن و بعد در انتهای ماه یا در انتهای فصل نظراتشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن. این هم فکری‌ها و هم نظری‌ها میل شما به کتابخونی رو ترغیب میکنه. مورد پنجم، پیشرفت خود رو پیگیری کنید. این یعنی پیشرفت مطالعه خودتون رو دنبال کنید. میتونین از یه سری اپلیکیشن ها مثل گودریدز استفاده کنین یا حتی در یه دفترچه ساده کتابایی که خوندین و میخواین بخونین رو یادداشت کنین. نظراتتون رو بنویسین. حسی که اون کتاب بهتون داده. این کار نه تنها به شما کمک میکنه که سازماندهی بدین اون مطالعه خودتونو، حتی بهتون حس موفقیت میده، حس پاداش و این باعث میشه که شما لذت ببرین از روند کتابخونیتون. مورد ششم، مطالعه رو لذت بخش کنین. مطالعه رو به چشم یک کار سخت نبینید دوستان. یه فضای راحت برای مطالعه ایجاد کنین. یه فنجون چای یا قهوه یا هر نوشیدنی که دوست دارین رو کنار دستتون بذارین. از این تجربه لذت ببرید. هرچه بیشتر مطالعه رو با آرامش و لذت همراه کنین، راحت‌تر اونو به یه عادت مفید تبدیل می‌کنید. پس این هم چند نکته کاربردی برای اینکه چگونه مطالعه رو شروع کنین و بیشتر کتاب بخونین. یادتون باشه مهم نیست چقدر می‌خونین. مهم اینه که از این فرایند لذت ببرین و چیزی به دانش و داشته‌های شما اضافه بشه. در نظرات به هم بگین که الان چه کتابی میخونین یا اگه نکته‌ای برای بیشتر مطالعه کردن دارین لطفاً با من و بقیه دوستان به اشتراک بگذارین. یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، عضو کانال بشین و زنگ اعلان رو فعال کنین. ممنون که تماشا کردین و بدونین که همیشه کنجکاو بمونین و به مطالعه ادامه بدین. خدا نگهدار.